به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام به دوستای پولیتایی خودم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. ما این بار اومدیم با یک قابی متفاوت از استدیو دیجیتال انتشارات پولیتو در قالب دوره شب امتحان، یک دوره رو براتون آماده کردیم که آمادگی شما رو بیشتر بکنه برای امتحانی که دارید. بگم که قراره چیکار بکنیم. 5 تا آزمون براتون قرار دادیم. البته بچه‌ها اسمش 5 تا آزمونه، وگرنه خیلی شاید بالای 15 تا آزمون بررسی میشه اینجا براتون. ولی در قالب 5 تا آزمون براتون طراحی شده. سوالات صحیح غلط، سوالات جای خالی پاسخ بدید، تعریف کنید، وصف کنید، سوالات شکل. آزمون شماره 5 تون فقط راجع به شکل هاست و اومدیم بررسی کردیم، سعی کردیم همه چیز پوشش داده بشه و شما رو به یک نمره قابل قبولی، انشالله بالاترین نمره که نمره که بعد نظرتونه برسونه. تمام سعیمون رو کردیم که مطالبی باشه که کاربردی باشه، در زمان کوتاه بتونه کمکتون بکنه. یه سری درسنامه‌های کوتاه براتون قرار دادیم، یعنی فقط این نیست که نمونه سوال حل کنیم، یه سری درسنامه براتون قرار دادیم، درسنامه‌های کوتاه جمع و جور، یه سری جدول‌ها براتون قرار دادیم، یه پی دی اف کوچولوی 3-4 صفحه‌ای براتون گذاشتم که خیالتون راحت باشه این سوالا رو بزنید و نگاه بکنید. درسنامه های کوتاه رو انشالله میرید و بالاترین نمره رو کسب میکنید. امیدوارم که براتون مفید باشه، با من همراه باشید. میخوایم بریم و یه کار متفاوت رو با همدیگه شروع کنیم و به پایان برسونیم. خب دوستان، بریم با آزمون شماره 1 شروع کنیم. یه آزمون خفن، کلی جمله صحیح غلط داریم، کلی جمله جای خالی داریم و یکی از سنگین ترین آزمون هایی که قراره با همدیگه بررسی کنیم آزمون شماره 1. درسنامه خفن هم توش براتون قرار دادیم. بریم شروع کنیم با سوال اول. گفته جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. با کلمات مناسب پر کنیم. بریم ببینیم. گفته به محلی که در آن یک نورون با نورون دیگر ارتباط برقرار میکنه، بچه به اون محل میگیم سیناپس. محل ارتباط یک نورون با هر چیز دیگه. ببین منو، یک نورون با هر چیز دیگه، حالا میخواد با نورون باشه، با قده باشه، با ماهیچه باشه، با کوفت باشه، با هر چی. ارتباطی که یک نورون داشته باشه با یک سلول دیگه ای را بهش میگن سیناپس. گفته محل خروج عصب بینایی از شبکیه. بچه این توی امتحانا خیلی تکرار میشه. محل خروج عصب بینایی از شبکیه رو بهش میگن نقطه کور. چرا بهش میگن نقطه کور؟ چون توی اون نقطه گیرنده بینایی وجود نداره. چون گیرنده بینایی وجود نداره بهش میگن نقطه کور. این جمله خیلی مهمیه. ساده است ولی مهمه. خیلی توی امتحانهای زیادی تکرار شده، توی بررسی نمونه سوالات و دیدگاه معلم‌ها برای طراحی سوالات امتحان. پس این از این. مشابهش هم داریم ها. ببین دوتا جمله کلن داریم. محل خروج عصب بینایی از شبکیه میشه نقطه کور. دو، امتداد محور نوری کره چشم میشه لکه زرد. حالا اونم بررسی میکنیم با هم دیگه. بریم با بچه ها. یه سری گیرنده هایی داریم که سازش پیدا نمیکنن. گیرنده های درد بچه ها سازش پیدا نمی کنن. درسته؟ به خاطر اینکه میخوان آسیب بافتی رو، ما رو از آسیب بافتی مطلع کنن. مفصل بین مهره ها، مفصل بین مهره ها از نوع مفاصل لغزنده است بچه ها. یه جورای متحرک محسوب میشه دیگه، متحرک لغزنده محسوب میشه مفصل بین مهره ها. کدوم قدرت ترشحات خودشون رو به درون مجاری و یا سطح بدن میریزن؟ ببین اگه قددی ترشحاتش رو بریزه به مجاری و یا سطح بدن، به اون قدد میگن قدد برون ریز. پس برون ریز میریزه به مجاری و یا سطح بدن، درون ریز به کجا میریزه؟ درون ریز میریزه به محیط داخلی، خون، لنف، مایع بین سلولی. اوکیه؟ خب این الان برون ریز بود دیگه. مجاری بگن، سطح بدن بگن، برون ریز. یه لنفوسیتی داریم که در دفاع غیر اختصاصی نقش داره. اینم زیاد توی آزمون ها ازش استفاده شده. لنفوسیتی که در دفاع غیر اختصاصی نقش داره بهش میگن لنفوسیت کشنده طبیعی. پس کشنده طبیعی میشه لنفوسیتی که در دفاع غیر اختصاصی نقش داره. اوکی، لنفوسیت هم که در دفاع اختصاصی نقش دارن که بی او تی او، حالا کاری باشون نداریم. گفته محل پردازش اولیه. بچه‌ها دو تا چیز به شما بگن. محل پردازش نهایی میشه قشر مخ که خاکستریه. بهت بگن محل پردازش اولیه میشه تالاموس. پس اولیه بگن، تقویت اطلاعات حسی بگن، بهش میگیم در تالاموس اتفاق میافتد.
بگن محل پردازش نهایی کجاست؟ خب اونجا دیگه میشه قشر مخ، قسمت خاکستری. خیلی خب، بریم هشت. گفته گیرنده های چیه که بر روی پاهای مگس وجود داره موجب تشخیص انواع مولکول ها میشه؟ بچه ها گیرنده های شیمیایی در موی حسی. ببین منو، گیرنده شیمیایی در موی حسی داریم، این به کنار برای حشرات دارم میگم، گیرنده ای داریم که مکانیکیه در روی پاهای جلویی جیرجیرک که اونا برای شنیدن، یعنی مکانیکیه. پس برای حشرات گیرنده شیمیایی داریم در موی حسی، این مال مگسه. برای جیرجیرک گیرنده مکانیکی رو پاهای جلوییش، پرده سماخ داره. حشرات هم که میدونیم گیرنده های نوری دارن به نام چشم مرکب که حالا بهش میرسیم توی همین آزمون ها. گفته درون گوش گیرنده های مکانیکی وجود داره که در شنیدن و چی نقش دارن؟ بچه از گوش درونی ما دو عصب خارج میشود، عصب تعادلی و عصب شنوایی. اونی که در شنیدن نقش داره در قسمت حلزون گوشه، اونی که در تعادل نقش داره آباریکلا در قسمت دهلیزی قرار گرفته. اوکی، بسیار عالی. برو بعدی. گفته در مغز انسان ماده خاکستری شامل چی میشه؟ ببین کلا ماده خاکستری مجموع قسمت‌های بدون میلینه. اوکی، شامل جسم یاخته‌ای و آکسون و دنریت یا رشته‌های بدون میلین. حله؟ میتونستم به جای آکسون و دنریت بگم رشته‌های بدون، تجمع جسم سلولی و رشته‌های بدون میلین. حالا رشته‌های بدون میلین چی میشه؟ آکسون و دنریت دیگه. اوکیه؟ قسمت خاکستری. آقا اگه به جای مغز میگفت نخاع چی میگفتیم؟ همینو میگفتیم. فرقی نمیکنه که دستگاه عصبی مرکزی قسمت خاکستری شکیه، قسمت های بدون میلین. قسمت های سفیدش چی بود؟ آباریکلا میلین دار بود دیگه. بچه ها سر استخوان که یه درسنامه داریم واسه شو، یه شکل هم گذاشتیم تو آزمون شماره 5، سر استخوان در محل مفصل های متحرک. دقت کن، مفصل باید متحرک باشه که سر استخوان تو محل مفصل توسط قزروف پوشیده شده باشه، بافت پیوندی قزروف. همه مفاصل نه، مفاصل متحرک. در دفاع چیه که پاسخ ایمنی فقط بر همان میکروب، یعنی به یک نوع میکروب فقط میتونه پاسخ بده؟ خب میشه دفاع اختصاصی دیگه. در دفاع اختصاصی، ولی دفاع غیر اختصاصی نه دیگه، یه چوب میگیره دستش، هر کی اومد میزنتش، براش مهم نیست نوع میکروب چی باشه. خیلی خب، این 12امیش بود. برو بعدی. گفته زمانی که کلسیوم خون زیاده. خب زمانی که کلسیوم خون زیاده میخوایم یه کاری کنیم که کلسیوم خون بیاد پایین، ببینیم چی ازمون خواسته. گفته چه هورمونی از برداشت کلسیوم جلوگیری میکنه؟ هورمون کلسیتونین. موقعی که کلسیوم زیاده، کلسیتونین میاد. کلسیتونین میاد میگه آقا بس دیگه، چقدر داری از استخوان کلسیوم برمیداری، بس کن، کلسیوم خون رفته بالا. ببین منو، این جمله درسته الان به صورت جای خالیه، ولی میتونه به عنوان وصل کنید بیاد، به عنوان صحیح غلط بیاد، به هر عمق تحتن عنوانی میتونه این سوال مطرح بشه. کلسیوم خون زیاده، کلسیتونین ترشح میشه، چیکار میکنه؟ از برداشت کلسیوم از استخوان جلوگیری میکنه، پس یعنی مانع پوکی استخوان میشه. پس یعنی مانع پوکی، هورمونی که مانع پوکی استخوان میشه ایشونه، کلسیتونین. گفته تارهای ماهیچه‌ای تعداد میتوکندری بیشتری دارن و انرژی خود را از تنفس هوازی. بچه ها خب ما دو نوع تار ماهیچه‌ای داریم، اتفاقا درسنامه‌اش هم براتون قرار دادم که حالشو ببرید و یه کوچولو مختصر راجبش بخونید. کدوم تارهای ماهیچه‌ای هن که تعداد میتوکندریشون زیاده؟ تارهای ماهیچه‌ای کند انقباض، چون قرار است انقباضات طولانی انجام بدهند تعداد میتوکندری زیادی دارن، پس میشه تار ماهیچه‌ای کند انقباض. حالا مقایسه کند انقباض و تند انقباض هم براتون قرار دادم، توی جزوه با هم دیگه میخونیمش. گفته ماده زمینه استخوان توسط چه ساخته میشود؟ خب توسط خود یاخته‌های استخوانی دیگه. ماده زمینه استخوان توسط خود سلول‌های
استخوانی ساخته میشه. خیلی سوالش سخت بود، رگ به رگ شدیم. توسط سلول استخوانی ساخته میشه دیگه، کلا تو دهم هم خوندیم. ماده زمینه بافت پیوندی رو خود سلولای بافت پیوندی میسازن دیگه. این از 15امی. آقا تموم شد؟ نه، ظاهرا هنوز این داستان ادامه داره. بریم بعدی. گفته هورمون تیموسین مترشح از غدد تیموس در چی نقش داره؟ بچه تیموس محل بلوغ لنفوسیت تیه. پس اگه هورمون تیموسینی از غده تیموس ترشح میشه، در بلوغ لنفوسیت نقش داره. آقا اگه تو امتحان ازمون پرسیدن کدوم نوع لنفوسیت چی بگیم؟ میگیم در بلوغ لنفوسیت تی. تیموسین از تیموس در بلوغ لنفوسیت تی نقش داره. شما بلوغ لنفوسیت هم بگی کفایت میکنه. خب اما 17 در مورد انرژی انقباض. بچه یه درس هم راجع به این براتون گذاشتم جلوتر. گفته بیشتره، ببخشید، انرژی انقباض از سوختن چی به دست میاد؟ از سوختن گلوکوز. بیشتر انرژی انقباض از سوختن گلوکوز به دست میاد. حالا اگه کم بیاریم میریم اسید چرب میسوزونیم، آمینو اسید میسوزونیم، میریم سراغ اونا، ولی بیشتر انرژی انقباض از گلوکوز. اینم جمله مهمیه و توی آزمون های زیادی تکرار شده. فضای بین پرده های منج توسط چی پر شده؟ توسط مایع مغزی نخاعی پر شده. بین لایه های پرده منج، متن کتاب درسیته، توسط مایع مغزی نخاعی پر شده. فضای بین لایه های منج. بریم بعدی. گفته مغز زرد بیشتر از چی تشکیل شده؟ بچه ها مغز زرد کتاب گفته بیشتر از بافت چربی تشکیل شده. اوکیه؟ که در کمخونی های شدید میتونست مغز زرد تبدیل بشه به مغز قرمز. گفته و نقطه چین استخوان های دراز را پر میکند. بچه ها کجای استخوان های دراز را پر میکنه؟ کانال مرکزی. اوکی، کلا مغز و استخوان بچه ها کانال مرکزی رو پر میکنه. چه قرمز باشه، چه زرد باشه، چه هر رنگ دیگه ای باشه، کانال مرکزی استخوان دراز رو پر میکنه، مغز استخوان. حالا اینجا شما گفته مغز زرد بیشتر از بافته چربی پر شده. بریم به بعدی. گفته دفاع پوست و مخاط که اولین خط دفاع غیر اختصاصیه بچه ها، از بدن در برابر میکروب ها نفوذ میکروب ها از نوع دفاع چیه؟ خب همین الان گفتم دیگه، اولین خط دفاع غیر اختصاصیه. چون پوست و مخاط ما انتخاب نمی کنن که خب حالا بیا فلان میکروب رو بکشیم، فلانی رو ولش کن نمیشناسمش، براشون مهم نیست، که جلوگیری میکنن از نفوذ تا جایی که بتونن انواع میکروب ها. جلوگیری از نفوذ خیلی مهمه. پوست و مخاط خیلی عالی، دفاع غیر اختصاصی. گفته گربه ها از چی برای تعیین قلمرو خود استفاده میکنن؟ بچه گربه ها از فرومون ها دیگه. توی فصل 4 صفحه آخر یه چند تا خط براتون نوشته که حالا به صورت جملات مختلف تو آزمون ها براتون آوردم. اگه بگن گربه ها از فرومون ها به تحت چه عنوان استفاده میکنن، میگیم برای تعیین قلم رو. درسته من اینجا رو جای خالی گذاشتم، ولی بقیهش میتونه سوال بشه واسه شما. گربه ها چرا فرومون ترشو میکنن؟ به خاطر تعیین قلم رو خودشون. اوکیه؟ پس گربه ها از فرومون ها، گفتم فرومون هاش اینجا مهمه. حالا میتونه توی آزمون دیگه بگه حالا فرومون ترشو میکنن برای چی ترشو میکنن. تک تک جملاتی که براتون گذاشتم اهمیت داره، همه قسمتاش. خیلی خوب، ببین چند تا بررسی کردیم، 21 جمله اینجا بررسی کردیم. بریم یه درسنامه بخونیم. انواع سلول های مایچه حتما تو آزمونت میاد. ببین نگفتم شاید تو آزمونت بیاد، میگم حتما توی آزمونت مطرح میشه. انواع سلول های مایچه تند داریم، کند داریم. خب تند سری منقبض میشه، پس بیشتر بی حوازیه، اکسیژن کمی بهش میرسه، بیشتر بی حوازیه. چون بیشتر بی حوازیه پس میتوکندری کمی داره، پس میوگلوبین کمی داره. این برعکسشه، چون کنده پس فرصت بیشتری برای انقباض داره، پس اکسیژن بیشتری استفاده میکنه، پس میتوکندری بیشتری داره، پس میوگلوبین بیشتری داره. پس یعنی باید بفهممش. حالا درسته این دوره شب امتحانه، خیلی وقت این نیست که ما بخوایم یه چیزی، ولی به هر حال بدونید که جوری که ما با دانش آموز در دوره کار میکنیم همینه دقیقاً. یعنی میایم به دانش آموز میگیم چرا داره این اتفاق میفته، که دانش آموز به جای حفظ کردن درکش کنه. این نباشه که فردا بره امتحانشو بده دیگه فراموش کنه. بریم. خیلی خب، در بر اساس سرعت انقباض مایع سلولای مایع چه دسته‌بندی میشن تند و کند.
که در بسیاری از ماهیچ‌ها، نه در همه ماهیچ‌ها، هر دو نوع هستن. اوکیه، خیلی خوب. انقباض سریع برای دوی سرعت وزن بلند کردن، اینا کند حرکات استقامتی مثل شنا کردن و دوی ماراتون، میتونه اینا رو ازتون بپرسه توی سایت، چون تو فعالیت کتابتون هست. زود خسته میشن ولی اینا زود خسته نمیشن، بیشتر به صورت بی حوازی، پس میتوکندریشون کمتره. اینا بیشتر به صورت حوازی، پس میتوکندریشون بیشتره و میوگلوبینشون هم بیشتره. میوگلوبین هم که رنگدانه قرمزیه که اکسیژن ذخیره میکند. پس هر کس میوگلوبینش بیشتر، قرمزتر. کی میوگلوبینش بیشتر؟ کند. کند میوگلوبینت زیاده، ذخیره اکسیژن انجام میدی، قرمزی. تند، میوگلوبینت کمه، کمتر ذخیره اکسیژن انجام میدی، پس به صورت سفید دیده میشی. سفید و قرمز دارید توی جزوه‌تون هم میبینید. حالا کسی که ورزشکار میشه این اتفاق براش میفته. چه اتفاقی؟ یعنی تارهای تند انقباضش سفیدا تبدیل میشن به کند انقباض. آقایون تنبل، خانمای تنبلی که حالا شما نیستید ولی ورزشکار میشید، تارهای سفیدتون میشه قرمز، یعنی تند انقباضتون میشه کند انقباض. پس وقتی کسی که ورزشکار میشه کند انقباضش چی میشه؟ زیاد میشه. یه درسنامه یه جمع و جور که حتما سوال امتحانت میشه از انواع سلولهای ماهیچه ای. سوال بعدی گفته که واژه مناسب را انتخاب کنید. بریم انتخاب کنیم بچه ها. گفته در استخوان ران محل تشکیل یاخته های خونی. بچه تو هر استخوانی بگی هیچ فرقی نمیکنه. اگه بگه توی استخوان قرار یاخته های خونی ساخته بشه، تشکیل بشه، خب میشه مغز قرمز دیگه، که یاخته های بنیادی وجود داره که بافت هدف هورمون اریتروپویتین هم می باشد. ایشون بافت هدف اریتروپویتینه. خب مغز زرد هم که گفتیم بیشتر از چربی تشکیل شده. حشرات همانند یا برخلاف مهرداران اسکلت درونی یا بیرونی دارن. بچه باید درست انتخاب کنی. اگه بگی همانند مهرداران، خب اصلا مثل مهرداران نیستن که حشرات اسکلتشون. اسکلت حشرات بیرونیه. پس باید بگه حشرات برخلاف مهرداران اسکلت بیرونی دارن. اوکی، چون مهرداران اسکلتشون میشه درونی، که حالا یا استخوانیه یا قزروفیه. بخش خودمختار جز بخش چیه دستگاه عصبی محیطیه؟ بچه ها شما خودمختار بعضی ماهیچه‌هاتون حس میکنن یا خودمختار پاسخ میدن، پاسخ حرکتی میدن. پس بخش خودمختار مال قسمت حرکتیه. ببین منو، خودمختار و پیکری جفتشون ممکنه تو آزمونت پیکری رو بده. خودمختار و پیکری مال بخش چیه؟ حرکتیه دستگاه عصبی محیطی. جفتشون مال بخش پیکری. یکیشون ناآگاهانه، اون یکی آگاهانه. حله، دو سه تا نکته هم پس اینجا گفتم. گفته در ماهی لوبای بویایی نسبت به لوبای بینایی چیان؟ بچه لوبای بینایی ماهی خیلی گندن، خیلی گندن. اوکیه، پس در ماهی لوبای بویایی نسبت به لوبای بینایی کوچکترن. بویایی ها کوچیک. ممکنه بگی آقا اعتراض دارم، تو فعالیت که گفته لوبای بویایی بزرگترن. نه دوست من، تو فعالیت گفته لوبای بویاییشون به نسبت مغزشون در مقایسه با انسان بزرگتره. لوب بویایی به نسبت مغز در مقایسه با انسان. وگرنه که خود ماهی من مغزشو براتون شکلشو گذاشتم، خیالتون راحت بررسی میکنم. لوبای بیناییش از همه بزرگتره، پس بویاییش نسبت بینایی کوچکتر است. برو بعدی. گفته گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی یاخته های عصبی هن. تمام شد. بچه یه چیزی بهتون بگم، شما بیام اینا رو بررسی کنیم. بویایی، شنوایی، تعادل، چشایی و بینایی، یعنی اون پنج تا حس ویژه‌ای که میخونید. از این پنج حس ویژه بنویس، از این پنج حس ویژه فقط بویایی گیرنده هاش یاخته های عصبی هن. ما بقیشون چی هن؟ سلول های تمایز یافته. بهت بگه شنوایی، بگه تعادلی، بگه بینایی، بگه چشایی، هر کدوم از اینها رو بگه میگی سلول تمایز یافته. بگه بویایی میگی سلول عصبی. پس بین حواس ویژه فقط بویایی سلول عصبیه. تمام، هر کدومش رو بگه باید تو آزمون جواب بدی. گفته در ملخ بجز در مغز در هر قطعه از بدنش گره عصبی داریم. بله، حالا یک عدد یا یک جفت؟ یک عدد. در هر قطعه یک عدد گره عصبی داریم، نه یک جفت. قبوله؟ بسیار عالی. گفته عامل اصلی در حفظ کروی بودن چشم. بچه شما که اینقدر چشماتون درشت و خوشگله،
اون درشت و خوشگل بودن چشماتون به علت وجود زجاجی است. پس حفظ حالت کروی چشم شما بر عهده چیه؟ زجاجیه. ماده ژله‌ای و شفاف در پشت عدسی ژله‌ای، زلالیه در جلوی عدسی مایع که در تغذیه نقش داره. زلالیه در تغذیه عدسی و قرنیه نقش داره. برو بریم بعدی. گفته گیرنده های دمایی در بخش هایی از درون بدن مانند برخی، بچه اینم خیلی مهمه، گیرنده دمایی بگن در برخی سیاه رگ های بزرگ، اینو حواستون باشه. گیرنده درد بگن تو سرخ رگ. پس سرخ رگ بگن درد، به جز گیرنده های دیگه‌ای که وجود داره کاری ندارم، فعلا در حد کتابمون دارم میگم. سرخ رگ بگن درد، دمایی بگن، سیاه رگ بگن میشه دمایی، اونم برخی سیاه رگ های بزرگ، حواست باشه. پس چون گیرنده دمایی درون بدن رو گفته، در برخی سیاه رگ های بزرگ میتونه باشه، گیرنده میتونه در پوست هم باشه، گیرنده دمایی. خیلی عالی. بریم بعدی. گفته لایه بیرونی پوست. خب بیرونی پوست همون بافت سنگفرشی چند لایه بود که لایه خارجیش مرده بود. گفته شامل چندین لایه بچه ها پوششی. آقا پس پیوندی چی؟ این لایه درونیه یا درم که بهش چی میگفتیم؟ چرم هم میگفتیم. حله؟ پس لایه بیرونی میشه پوششی، سنگفرشی چند لایه، درونی میشه پیوندی متراکم که به همون لایه چرمه. گفته نوتروفیل ها مثل مونوسیت ها یا نه برخلاف مونوسیت ها قابلیت تراگذری دارن. دوست من، همه گلوبول های سفید، یه بار دیگه، همه گلوبول های سفید قابلیت تراگذری یا همان دیاپدز را دارن. همه گلوبول های سفید، پس اینجا باید بگه همانند. هر چیز دیگه از گلوبول های سفید رو میگفت، اینجا باید میگفت همانند، میتونن تراگذری کنن. بریم. گفته قده فوق کلیه رو یادته که دو بخش داره، مرکزی و قشری، که شکلشو براتون تو آزمون 5 بررسی میکنم. گفته کدوم قسمت ساختار عصبی داره؟ بچه ها قسمت مرکزی ساختار عصبی داره. چی ترشح میکنه؟ اپینفرین، نورپینفرین. قسمت قشری ساختار درون ریز داره. چی ترشح میکنه؟ هورمون های کورتیزول و آلسترون. اوکیه؟ که گفته اون قسمت مرکزیه که ساختار عصبی داره موجب چیه قند خون میشه؟ افزایش قند خون. دو تا هورمون ترشح میکنه، اپینفرین، نور اپینفرین، ضربان قلب، قند خون، فشار خون، تعداد تنفس، کوفت، همه چیز را بالا میبرد. پس قند خون رو هم بالا میبره. اوکیه؟ گفته مونوسیت ها یاخته های چیه گلوبول های سفید خونن؟ بچه ها سیت دارا تو 11 فلان دارم میگم، و کاری با 10 فلان ندارم. سیت دارا دانه ندارن. اوکیه؟ پس بدون دانه. مونوسیت و لنفوسیت سیت دارها فاقد دانه در میان یاختشون هستن. بسیار هم عالی. اینم از 12. چی داریم؟ بازم داریم. گفته انتخاب کن در یاخته های عصبی حرکتی چی با غلاف میلین پوشیده نشده است. بچه ها دندریتش پوشیده نشده، طبق شکل کتاب درسیمون. البته کتاب درسی نمونه گذاشته، حالا به هر حال چون شکل کتاب درسیه ما داریم میبینیم که در یاخته های عصبی حرکتی دندریت با غلاف میلین پوشیده نشده، آکسونش که پوشیده شده. در حسی هم آکسون هم دندریت. غلاف میلین هم در نورون رابطه شکل کتاب درسیمون نیست، ولی خود کتاب گفته که همه نورون ها میتونن غلاف میلین داشته باشن، میتونن نداشته باشن، پس رابط هم میتونه داشته باشه. بعدی گفته درستی یا نادرستی عبارت های زیرا مشخص کنید. دو نیم کره با رابط های خاکستری رنگی به نام رابط بچه ها، رابط ها کلن سفید رنگن، رابط خاکستری نگن، غلطه. چه رابط بین دو نیم کره مخ، چه رابطه بین دو نیم کره مخ، چه بس باید بگه رابطه سفید رنگی به نام رابطه پینه‌ای و رابطه سه گوش، بقیهش درسته ولی باید بگه سفید رنگ. گفته در مفصل زانو درشنه‌ای با استخوان ران مفصل می شود. بچه ها در اصلا ببینیم در مفصل زانو چی شرکت میکنه. در مفصل زانو ران، درشنه و استخوان کشکک، این کشککه بچه ها، اینا هستن. اوکیه؟ توی مفصل زانو.
آقا نازکنه چی؟ حواست باشه. نازکنه در مفصل زانو شرکت نمیکنه. پس اگه میگفت نازکنه غلط میشد. پس این چیه؟ درسته. این که غلط. درشنه مفصل میده ولی نازکنه نه. گفته یاخته های مخروطی در نور کم تحریک نمیشن برخلاف یاخته های استوانی. بچه این جمله با این که از نظر علمی غلطه ولی چون متن کتابه، کتاب گفته یاخته های مخروطی در نور زیاد و یاخته های استوانی در نور کم، اینجوری صحبت کرده، در حالی که باید میگفت یاخته های مخروطی بیشتر در نور زیاد و استوانه بیشتر در نور کم، یعنی همیشه جفتشون تحریک میشن. چون متن کتابته منم قبول میکنم بله یاخته های مخروطی در نور کم تحریک نمیشن برخلاف یاخته های استوانه. این از نظر فعلا متن کتاب درسیتون درسته، برای امتحانت باید درست بگیری. اوکیه. رنگ ماژیکم هم عوض کنم، فکر کنم خیلی واضح نیست. گفته در فعالیت شدید ماهیچا، فعالیت شدید باشه تجزیه گلوکوز به صورت بی هوازی انجام می شود بچه ها، به خاطر همینه که لکتیک اسید تولید میشه. کاملا درسته. شدید باشه بی هوازی کاملا درسته. گفته مخاط مژگدار در مجاری تنفسی، خب در مجاری تنفسی ما مخاط داریم که مژگداره، بسیار عالی، میکروب ها را به دام می اندازد، کاملا درسته، جزء اولین خط دفاع غیر اختصاصی پوست و ماده مخاطی، مخاط مژگدار. گفته در منحنی پتانسیل عمل علت پایین رفتن منحنی، بالا رفتن باز شدن کانال دریچه دار سدیمی، پایین رفتن باز شدن کانال دریچه دار، آها باریکلا، پتاسیمی. این گفته میخواد پایین بره، میگه علت پایین رفتن بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی، که غلط میشه دیگه، باید بگه بسته شدن سدیمی باز شدن پتاسیمی. اوکی، علت پایین رفتن باز شدن پتاسیمی. بعدی را برویم. گفته یاخته های محافظ یا نگهبان در بین گیرنده های چشایی قرار گرفتن. بچه ها بهتر اینطوری بگیم که گیرنده های چشایی در بین یاخته های نگهبان قرار گرفتن. بالاخره نگهبانن، باید دور تا دوره اونا رو بگیرن. درسته در بین گیرنده های چشایی هم هستن، ولی درستش اینه که بگیم گیرنده های چشایی در بین یاخته های نگهبان، یا یاخته های نگهبان در اطراف گیرنده های چشایی، این بهتره. این گفته یاخته های نگهبان در بینشون، من این جمله رو نمیپذیرم. درسته در بینشون هم میتونیم ببینیم ولی جمله رو باید درست بگه. گفته استخوان های محوری، استخوان های محوری خب مثل استخوان های قفسه سینه، ستون مهره ها و جمجمه، گفته در حرکت فاقد نقشن. بچه این غلطه، هم استخوان‌های محوری هم جانبی در حرکت نقش دارن. کی بیشتر در حرکت نقش داره؟ جانبی، وگرنه جفتشون در حرکت نقش دارن، که بگیم نقش ندارن غلط میباشد. گفته هوا از طریق مجرای گوش به گوش میانی منتقل میشود، خب بله، تا فشار آن در دو طرف پرده صماخ یکسان شود. بچه ها این که بگن فشارش در دو طرف یکسان بشه وظیفه کیه؟ وظیفه شیپور استاش که بین گوش میانی و حلق بود. گفته هوا از طریق مجرای گوش به گوش میانی منتقل میشه تا فشار آن در دو طرف پرده صماخ یکسان بشه. این جمله غلطه. اگه بگن قرار فشار در دو طرف پرده صماخ یکسان بشه، میگی شیپور استاش این کارو میکنه، چه ربطی به گوش میانی داره؟ گوش، ببخشید، مجرای گوش داره. مجرای گوش هوا رو میده به گوش میانی، اوکیه، هوا رو منظورم صدا رو میده به گوش میانی که ارتعاش بره برای شنیدن، نه اینکه هوا از طریق مجرای گوش به گوش میانی منتقل میشه تا فشار در دو طرف، فشار در دو طرف پرده صماخ یکسان بشه کار شیپور استاشه. پس این جمله چیه؟ غلط. گفته در بخش خاکستری نخاع جسم یاخته ای ریشه پشتی عصب نخاعی، چی؟ در بخش خاکستری نخاع جسم یاخته ریشه پشتی عصب نخاعی وجود ندارد. بچه‌ها شکلش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. در نخاع ریشه شکمی برای اعصاب حرکتیه، ریشه پشتی برای اعصاب حسیه. حالا نورونای حسی جسم سلولیشون توی نخاع وجود نداره، اینم همینو گفته. گفته جسم یاخته ای ریشه پشتی، بچه ریشه پشتی یعنی نورون حسی، جسم یاخته ای نورون حسی
نور حسی عصب نخایی وجود نداره. کجا؟ در بخش خاکستری نخا. کاملا درسته. پس در بخش خاکستری نخا جسم سلولی نورون حرکتی داریم، جسم سلولی نورون رابط داریم، ولی جسم سلولی نورون حسی نداریم، چون جسم سلولی نورون حسی در ریشه پشتی خارج از نخا قرار گرفته. اوکیه؟ پس این جمله چیه؟ خودش گفته وجود ندارد، درست میشه. هورمون ها تنها از غدد درون ریز ترشح میشن. بچه ها این که بگن تنها از غدد ترشح میشن غلطه. هورمون ها از غدد و یاخته های درون ریز، بنویس از غدد و یاخته های درون ریز، فقط از غدد نیستن که. مجموعی از یاخته های درون ریز میگفتیم غدد. آیا همیشه مجموعی از یاخته های درون ریز؟ نه، بعضی موقع تک سلوله. پس یعنی باید بگه تنها از غدد، نه، از غدد و یاخته های درون ریز. پس اینم غلط شد. هورمون های تیروئیدی به طور مستقیم تحت تاثیر کنترل هیپوفیز پیشین هستن. بچه‌ها هیپوفیز پیشین محرک تیروئیدی داره، پس هورمون های تیروئیدی به طور مستقیم تحت تاثیر هیپوفیز پیشین هستن. هیپوفیز پیشین محرک تیروئید ترشح میکنه. خب پس محرک تیروئید هم تحت در واقع تاثیرش رو میذاره روی هورمون های تیروئیدی. پس این جمله کاملا درسته. بریم سوال بعدی. گفته در ارتباط با سلول های عصبی و دستگاه عصبی به سوالات زیر پاسخ بدید. چند تا سوال از ما پرسیده در رابطه با دستگاه عصبی. بریم ببینیم کل فصل یک هرچی پرسیده باید جواب بدیم. گفته ناقل عصبی در کدام قسمت سلول عصبی ساخته میشه؟ بچه ناقل عصبی اگه بگم کجا یاخته ساخته میشه، کجای یاخته ساخته میشه، میگیم جسم یاخته‌ای، در جسم یاخته‌ای ساخته میشه. خیلی خوب. گفته و با چه فرایندی از سلول عصبی خارج میشه؟ بچه فرایند خروجش از سلول عصبی اگزوسیتوز یا همان برون رانیه که با صرف انرژی این اتفاق میفته. پس در جسم یاخته‌ای ساخته میشه، برون رانی هم میشود. گفته علت منفی بودن اختلاف پتانسیل دو طرف غشای سلول عصبی که منفی 70 میلی ولته چیه؟ ببینید بچه ها، من در انتها در آزمون 5 شکل پتانسیل عمل رو بررسی کردم براتون، یعنی اونجا نکات تکمیلی بهتون میگم، ولی خب به هر حال سوال هایی داریم که باید بهشون پاسخ بدیم. چرا منفی اختلاف پتانسیل دو طرف غشای سلول عصبی در زمان پتانسیل آرامش؟ دیگه وقتی میگن منفیه در زمان پتانسیل آرامش، خب علتش چیه بچه ها؟ علتش یک، فعالیت پمپ سدیم پتاسیم. آقا مگه پمپ سدیم پتاسیم چیکار میکنه؟ که من خیلی انیمیشن اینو هم توی دوره بررسی کردم، هم کلیپشو براتون توی کانال پیج همه جا گذاشتم. فعالیت پمپ سدیم پتاسیم اینطوریه، با هر بار فعالیت خودش 3 تا سدیم میندازه بیرون، 2 تا پتاسیم میاره داخل. وقتی 3 تا مثبت میندازه بیرون، 2 تا مثبت میاره داخل، یعنی داره یه دونه از مثبتای داخلو کم میکنه. پس فعالیت پمپ سدیم پتاسیم باعث کم شدن یونهای چی میشه؟ مثبت درون یاخته میشه. یکیش اینه بچه ها. اگه دوتا علت از همون بخوان چی؟ میگیم علت دوم فعالیت کانالهای نشتی پتاسیمیه. کانالهای نشتی پتاسیمی خیلی پتاسیم میندازن بیرون، پس خیلی دارن یونهای مثبت داخل رو کم میکنن، به خاطر همین داخل نسبت بیرون منفی میشه. پس بچه ها اصطلاحاً میگن نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم زیاد است. بقیهش خودت بنویس. یعنی چی نسبت به پتاسیم زیاده؟ یعنی کانالهای نشتی پتاسیمی خیلی پتاسیم میفرستن بیرون سلول. خب وقتی که خیلی بیشتر بفرستن بیرون داخل چی میشه؟ منفی میشه. پس دو تا علت برای منفی شدنه داخل سلول نسبت به بیرون نوشتم براتون، این دوتا رو یادتون باشد. سوال بعدی که در رابطه با دستگاه عصبیه، گفته بگو ببینم در لبه پایینی بطن سوم چه غده‌ای دیده میشه؟ مغز گوسفندم خیلی سریع براتون بررسی میکنم. گفته در لبه پایینی بطن سه چه غده‌ای دیده میشه بچه ها؟ اپیفیز. در لبه پایینی اپیفیز، در لبه پایینی بطن سه بچه‌ها، عقب اپیفیز هم برجستگی چهارگانه است. برجستگی چهارگانه. بله، که مغز گوسفندم خیلی سریع براتون یه مرور میکنم که اگه سوال اومد بزنید. پس در لبه پایینی بطن سوم اپیفیز. گفته
آسیب به چه قسمتی از مغز در روند تشکیل حافظه بلند مدت تداخل ایجاد میکنه؟ بچه ها، هیپوکامپ یا همان در واقع قسمتی از لیمبیک دیگه، یا همون اسپک مغز. هیپوکامپ باعث میشه که حافظه کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل بشه. بنابراین اگه بگن چه قسمتی آسیب ببینه حافظه بلند مدت تداخل ایجاد میشه، میشه هیپوکامپ، که هیپوکامپ یا اسپک مغز قسمتی از دستگاه لیمبیکه، قسمتی از دستگاه لیمبیک یا همان سامانه کناره ایه. حله؟ پس جواب این سوال میشه هیپوکامپ. خیلی عمالی. بریم بچه ها قسمت بعدی. گفته هر واحد مستقل بینایی در چشم حشرات علاوه بر گیرنده های نوری چه قسمت هایی داره؟ بچه ها، هر واحد مستقل بینایی دوتا گیرنده نوری داره که خود کتاب، خود سوال الان گفته اینو. باید بدونیم که یک دونه عدسی داره، یک دونه هم قرنیه داره. پس قرنیه، عدسی و دوتا گیرنده نوری میشه یک واحد مستقل بینایی در چشم مرکب حشرات، که زیادم حالا سوالای مرتبط میدن. یه عدسی، یه قرنیه، دوتا گیرنده نوری. گفته کدام یکی از استخوان‌های گوش میانی از ارتعاشات را به گوش درونی منتقل میکنه؟ ببین، گوش میانی سه تا استخوانش رو بنویسیم: چکشی، میده سندانی، میده رکابی. خب آخریش رکابیه، اوکیه؟ پس این رکابیه که ارتعاشات رو میده به گوش درونی. رکابی، ببین بین گوش درونی و بیرونی، اینجا مگه درونی باشه؟ دریچه‌ای وجود داشت به نام دریچه بیزی. رکابی میده به بیزی، بیزی انتقال میده به درونی. نگی جواب این سوال بیزی نمیشه، چون گفته کدام یکی از استخوان‌های گوش میانی، یعنی جواب باید یا چکشی یا سندانی یا رکابی بشه. آخریه میشه چکشی، با پرده سماخ در ارتباط، یعنی با گوش بیرونی. رکابی با دریچه بیزی در تماس، یعنی گوش درونی. خیلی عمالی. پس جواب میشه رکابی. سیناپس گیرنده های بویایی با نورون های دیگر در کجا قرار گرفته شده؟ بچه تو شکل کتابتون معلومه. گیرنده های بویایی با نورون های دیگه در واقع توی پیاز بویایی در لب، در جمجمه ایجاد میشه. بنابراین اگه بگن در کجا واقع شده، میگیم در پیاز بویایی این اتفاق میفته، یعنی میره با پیاز بویایی درون جمجمه، درون خود ساختار لب بویایی، در پیازهای بویایی، در قسمت پیشانی یا همون لب پیشانی این اتفاق میفته. در پیازهای بویایی گیرنده های بویایی میرفتن سیناپس میدادن مستقیما با پیازهای بویایی. خب که درون جمجمه است دیگه بچه، اگه ازمون خواستن درون جمجمه دیگه، مشخصه دیگه، چون دارین راجع به لب ها صحبت میکنیم، پس درون جمجمه میشه. خب بریم بعدی. گفته آها، بریم سراغ فرایند انقباض عضله، که خیلی هم مهمه. گفته در فرایند انقباض عضله به سوالات زیر پاسخ بدید. بچه ها، اندازه طول ناحیه روشن اطراف سارکومر چه تغییری میکنه؟ کلن اگه بهتون بگن در انقباض مهمترین اتفاقات رو بگو، میگی طول سارکومر کم میشه، مساحت نوار روشن هم کم میشه. پس دو تا اتفاق مهم میفته. الان کدومشو پرسیده؟ گفته روشن. پس طول نوار روشن کاهش مییابد. تمام، همین. طول سارکومر هم کاهش مییابد. گفته اندازه طول ناحیه تیره سارکومر چه تغییری میکند؟ آخ 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 آخ، بدون تغییر میماند. یه بار مرور کنیم، یه بار مرور کنیم. در مکانیسم انقباض طول سارکومر کم میشه، قبوله؟ طول ناحیه روشن کم میشه، طول نوار تیره یا قسمت‌های تیره تغییر نمیکنه، تغییر نمیکنه. نه یه همه چی کاهش مییابد، تیره تغییر نمیکنه، روشن کاهش پیدا میکنه، طول سارکومر کم میشه. گفته ورود یون کلسیم به درون سلول‌های ماهیچه موجب چه فرایندی از انقباض عضله میشه؟ بچه شروع انقباض دیگه. ورود یون کلسیم به درون سلول ماهیچه ای، البته بهتر بود به جای سلول ماهیچه ای بچه اینجا استفاده میکرد به درون تارچه ماهیچه ای، یه ذره غلطه. بچه ورود یون کلسیم به درون تارچه، خب این درسته، باعث شروع فرایند انقباض میشه. اصلا ما میگیم تا کلسیم آزاد نشه فرایند انقباض آغاز نمیشه، که براتون توی جنبندی جزوه گذاشتم. گفته خط زد چیست بچه ها؟ خط زد خطوط تیره که در
ناحیه بین آنها میوزین و اکتین وجود دارد و سارکومر را ایجاد می کند. بچه اصلا به شما بگن سارکومر چیه؟ میگیم به فاصله بین دوتا خط زد میگیم سارکومر. خب پس خطوط زد چی هن؟ خطوطی هن که در واقع بین اونها میوزین و اکتین وجود دارن و سارکومر رو می سازن دیگه. بین دوتا خط زد سارکومر ایجاد میشه. پس خط زد چیست؟ خطوط تیره که در ناحیه بین آنها میوزین و اکتین وجود دارد و سارکومر رو ایجاد می کنند. این هم تعریف مهمیه. و آها اینجا رو ببینیم. حالا یه جنبندی بریم از فرآیند انقباض و استراحت عضله. انقباض انجام بخواد بشه، اول ناقل عصبی آزاد میشه از نورون حرکتی، سلول ماهیچه‌ای تحریک میشه. بعد چی آزاد میشه؟ یون کلسیوم. یون کلسیوم میفته توی تارچه. یون کلسیوم آزاد میشه، اتصال سر میوزین به اکتین داریم و نزدیک شدن خطوط ضد سارکومر و کاهش طول ماهیچه. ببین یک گفتم کاهش طول سارکومر و نواحی روشن، اینو داریم. دو بدون تغییر ماندنه، پس دو تا چیز بدون تغییر میمونه. بدون تغییر ماندنه یک مساحت نوار روشن، مساحت نوار تیره، عذرخواهی میکنم، مساحت قسمت های تیره، و دو طول میوزین و اکتین. بچه طول میوزین و اکتین اصلا تغییر نمیکنه، فقط طول سارکومر تغییر میکنه. پس طول میوزین بدون تغییر، طول اکتین بدون تغییر، قسمت‌های تیره بدون تغییر، طول سارکومر کوتاه، قسمت‌های روشن کاهش. اینا حواستون باشه. گفته توقف انقباض. حالا اون یونای کلسیومی که اومد بودن بیرون برگردن، اونم با انتقال فعال. اینم ممکنه تو آزمون ازتون بپرسن. بازگشتش با انتقال فعاله. باعث جدا شدن میوزین از اکتین میشه. اونجا ورود کلسیوم باعث اتصال سر میوزین به اکتین میشد و حرکت پارویی. اینجا جدا شدن میوزین از اکتین باعث میشه که اینا از هم جدا بشن، طول سارکومر به حالت عادی خودش برگرده. دور شدن خطوط زد برای توقف، نزدیک شدن خطوط زد برای انقباضه. این هم یه مقایسه‌ای که توی امتحان ممکنه ازتون بخوان که اینجا هم براتون اینا رو نوشتم و خودت هم یادداشت میکنی. حله. اینم از این قسم. و اما سوال بعدی رو ببینیم. به به، سوالی راجع به هورمون هاست. یه توضیح بدم، سه تا جدول براتون گذاشتم توی جزوه‌ای که براتون قرار دادیم، سه تا جدول مهم جمع‌بندی شده خلاصه وار که حتماً چند تا سوال ازش تو آزمونتون دارید. یکیش راجع به هورمون هاست، یکیش راجع به دستگاه این سیستم ایمنیمونه، یکی هم راجع به دستگاه عصبیه. این سه تا جدول رو با هم دیگه مرور کلی می‌کنیم در ادامه، حتماً می‌خونیدش ها، خیلی مهمه. براتون زحمت کشیدیم جمع‌بندیشو گذاشتیم که ببینید و استفاده کنید. خیلی خوب، بریم ببینیم چی خواسته. فعلا راجع به دو تا از هورمون ها می‌خوایم صحبت بکنیم. گفته هورمون ضد ادراری. ببینید که دو تا از هورمونایی که خیلی تعرابش گیر میدن ضد ادراری و اکسیتوسینه. چرا؟ به خاطر اینکه ضد ادراری و اکسیتوسین یکی دیگه میسازتشون، یکی دیگه ترشحشون میکنه. آقا ضد ادراری کی میسازتش؟ میگم هیپوتالاموس. اگه اکسیتوسین هم بگن همینو میگی، اکسیتوسین هم هیپوتالاموس میسازتش. ولی کی ترشحش میکنه؟ هیپوفیز. کدوم قسمت هیپوفیز؟ هیپوفیز پسین. پس دو تا هورمون داریم که محل ساخت آنها با محل ترشح آنها متفاوت است. ساختشون هیپوتالاموس، ترشحشون هیپوفیز پسین. هم ضد ادراری هم اکسیتوسین. خب ضد ادراری بافت هدفش کجاست؟ کلیه ها، نفرون، لوله‌های سازنده ادرار. ضد ادراری ان، از اسمش مشخصه، قراره بره آب و بازجذب بکنه از نفرون ها. پس بافت هدفش میشه کلیه ها. بریم هورمون بعدی. گفته گلوکاگون. گلوکاگون حالا و انسولین جفتشون بچه ها محل سنتزشون میشه غدد درون ریز پانکراس که بهش میگن همون جزایر لانگرهانس. غدد درون ریز پانکراس یا همون جزایر لانگرهانس چی ترشح میکنن؟ هورمون گلوکاگون. یعنی هم میسازنش هم ترشحش میکنن. محل ساخت و ترشحش یکیه، هم در اونجا ساخته میشه هم در اونجا ترشح میشه. حالا آقا چی کار میکنه؟ میگم گلوکاگون تأثیر میذاره روی کبد، باعث افزایش قند خون میشه. بچه ها هورمونی که باعث افزایش قند خون میشه یعنی زمانی ترشح میشود که قند خون کمه. حواست باشه ها،
مثلا اگه به تو میگفتن زمان ترشحش کیه، میگه آقا چون من میدونم باعث افزایش قند خون میشه، پس یعنی زمانی اومده و ترشح شده که قند خون باریکلا کم بوده، در محل سنتزش پانکراسه، بخش درون ریز، جزایر لانگرهانس، سلول های ترشح کننده گلوکاگون و بافت هدفش هم میشه کبد برای تجزیه گلیکوژن و بذار بنویسم اینم براتون دیگه، گلوکاگون در نهایت آنزیم هایی رو فعال میکنه که باعث تجزیه قند ذخیره ای در کبد یعنی گلیکوژن میشه و تولید قند خون یعنی گلوکاز. حل است. بسیار عالی. خب این دو تا از هورمون ها بود، در ادامه هورمون های دیگه هم بررسی میکنیم. آها، سوال آزمونتونه، تفاوت دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2 که البته میتونه توی گزینه‌ها هر چیزی از شما بخواد تو آزمونتون. گفته به انواع بیماری، با توجه به انواع بیماری دیابت که میبینید براتون درسنامه‌ش هم قرار دادم، در دیابت شیرین سلول‌ها انرژی مورد نیاز خودشون از چه منابعی تامین میکنن؟ از قند که نمیتونن تامین بکنن، پس میرن سراغ چربی‌ها و پروتئین‌ها. بریم. پس اگه بپرسن میگیم چربی‌ها و پروتئین‌ها. بچه ها به خاطر همین فرد مبتلا به دیابت شیرین لاغر میشه. چرا؟ وزن کم میکنه، چون چربی‌هاش تجزیه میشن برای استفاده انرژی. گفته در کدام یکی از انواع دیابت انسولین به مقدار کافی وجود دارد ولی گیرنده های انسولین بهش پاسخ نمیدن؟ بچه ها نوع 2 در دیابت نوع 1 انسولین کمه، در دیابت نوع 2 انسولین هست، کافی هم هست، ولی گیرنده هاش بهش پاسخ نمیدن. حله؟ که حالا تو جنبندی براتون نوشتم. دیابت نوع 2 گفته دیابت نوع 1 چگونه کنترل می شود؟ با تزریق روزانه انسولین. بچه ها دیابت نوع 1 گفتم به چه علت انسولین کمه یا نیست؟ خب باید انسولین تزریق کنم دیگه، به خاطر این به دیابت نوع 1 میگن دیابت وابسته به انسولین. ولی دیابت نوع 2 انسولین هست، کافی هم هست، ولی گیرنده هاش بهش پاسخ نمیدن. آها، دیابت نوع 1 نوع 2 شیرین منظورمونه، چون دیابت بیمزه هم داریم که در دهان خوندیم. نوع 1 نوع 2 نوع 1 بیماری خودیمنیه، سلول های ایمنی حمله میکنن به بخش درون ریز قسمت ترشح کننده انسولین در لانگرهانس. عدم یا کمبود ترشح انسولین، تو سوال قبلی دیدین گفته بود در واقع دیابتی که کافی انسولین، پس این نوع دیابت نیست چون اینجا اصلا انسولین کافی نیست. این وره پس دیگه کنترلش سوال قبلی بود دیگه، با تزریق روزانه انسولین. اون وره بریم، دیابت نوع 2 اشکال در گیرنده هاست، نه تولید انسولین، انسولین کافیه، مشکلی نداره که، اشکال در گیرنده هاست. خب در نتیجه چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینه بیماری رو هم دارن، نه همه افراد، نه که آقا هر کی چاق شد دیابت نوع 2 میگیره، هر کی کم تحرک بود دیابت نوع 2 میگیره، نه، کسایی که زمینه اون بیماری رو دارن. خب چجوری کنترل میشه؟ با داروهای خوراکی معمولا کنترلش میکنن. گفته تظاهر بعد از 40 سالگی، ایشونه، این حالا کتابتون نگفته، وگرنه این که تا 18 سالگی نهایتا 20 سالگی رخ میده. اوکیه، این چجوری جلوشو میتونستیم بگیریم؟ جلوشو که نمیتونستیم بگیریم. چجوری، چه کاری رو بعد انجام میدادیم؟ داروهای خوراکی معمولا. خیلی شدیدتر بشه انسولین هم تزریق میکنن، ولی خب چون کتابمون همین رو گفته شما هم همین رو یاد بگیرید کفایت میکنه. بریم بعدی. گفته ساختار استخوان فشرده را توضیح دهید. بچه‌ها ببینید، حالا من تو اسلاید بعدی براتون استخوان فشرده، بیا اینجا استخوان ران، بیا اصلا همینجا بررسیش کنیم بعد بریم سراغ سوال. خوبه بچه، یه استخوان ران که کتاب تو بررسی کرده، در سطح خارجیش، خارجی ترین قسمتش، بافت پیوندی وجود داره که استخوانی نیست. اون بافت پیوندی رو برداریم، بافت استخوان متراکم میبینیم. پس یعنی میخوایم بریم تو استخوان، اول پیوندی متراکم برمیداریم میندازیم دور، بعد بافت استخوانی متراکم میبینیم، یه ذره میریم داخلتر بافت اسفنجی میبینیم. پس اول متراکم، بعد اسفنجی، بعدم که مجرای مرکزی استخوان، همونجا که مغز قرمز یا زرد میتونست داشته باشه. حله؟ خیلی خب، بریم استخوان ران. بچه ها بافت فشرده در طول سطح خارجی تنه، سطح خارجی تنه، گفتم میخوای وارد بشی بجز اون بافت پیوندی متراکمه رو که میندازی دور، جزء استخوان نیست، اول چی میبینی؟ بافت فشرده، یعنی همون بافت متراکم، بعد میری داخلتر بافت اسفنجی میبینی. بافت اسفنجی
در دو سر و سطح داخلی تنه. یعنی اگه از ما بپرسن دو سر استخوان دراز بیشتر چه بافتی دیده میشه، میگیم اسفنجی. بیشتر بافت اسفنجی دیده میشه. من به کنکوریا میگم، به کسی که آزمون شرکت میکنن گفتم تو دوره، اگه بهت بگن سر استخوان دراز فقط بگم فقط بافت اسفنجی داره، غلطه. بیشتر بافت اسفنجی داره چون متراکم و فشرده هم داره. پس دو سر استخوان دراز و سطح داخلی تن چی دیده میشه؟ استخوان اسفنجی دیده میشه. اون بافت فشرده اگه بگن سامانه هاورس مال کیه، میگیم بافت فشرده یه سری تیغه های منظم که متحد المرکزن. استوانه های هم مرکز مال کیه؟ مال بافت فشرده. پس وقتی میگم بافت فشرده رو توضیح بده یا متراکم، میگیم تیغه های هم مرکز که تشکیل دادن سامانه ای به نام سامانه هاورس رو، ماده زمینه ای بین تیغه ها پر شده و مجرایی به وجود آورده یا کانالی به نام کانال هاورس که اون کانال هاورسه توش رگ خونی، لنفی و عصب میتونه باشه. اوکیه؟ دارای اعصاب و عروق. برقراری ارتباط با ارتباط بافت زنده با بیرون با همین اعصاب و عروق بچه‌ها. اوکیه؟ خیلی خوب. سلول استخوان، تیغای استخوانی بگن از چی تشکیل شده؟ تیغه استخوانی از سلول استخوانی تشکیل شده. یه دونه سوال بود تو قسمت اول با هم دیگه پاسخ دادیم. سلول استخوانی ماده زمینه‌ای رو می‌سازه. اوکیه؟ ماده زمینه‌ای رو که می‌سازه، ماده زمینه‌ای هم پروتئین داره و هم مواد معدنی داره. پس ماده زمینه‌ای اگه بگم توش چیه؟ هم پروتئین هم مواد معدنی. کی ماده زمینه‌ای رو می‌سازه؟ سلول استخوانی می‌سازه. اوکیه؟ پس سامانه هاورس، مجرای هاورس، استوانه های هم مرکز، اینا همه میشه ویژگی های بافت استخوانی متراکم. بافت اسفنجی بگن کلید واژه‌اش میله و صفحه استخوانیه. میله و صفحه استخوانی بگم اسفنجی، استوانه های هم مرکز بگن میشه متراکم یا فشرده. خب اسفنجی حالت باب اسفنجی داره، یعنی حفره توش وجود داره که بین حفره ها دوباره ماده زمینه ای داریم. مثل اونجاست، ببین هم رگ داریم عروق، اوکی، هم ماده زمینه ای داریم. اینجا هم همین، حفره ها بینشون رگ وجود داره و ماده زمینه ای. یه بار دیگه بگم، میخوایم بریم تو استخوان میخوایم بریم تو استخوان ران، از بیرون بریم داخل. بیا اینجا، اینجا بیرونه. اول چی برمیداریم؟ بذار بیاد بیاد ایناش. اول یه بافت پیوندی در سطح خارجی استخوان وجود داره، اونو برمیداریم میریم تو، میخوریم به بافت فشرده، بافت فشرده رو برمیداریم میریم تو، میخوریم به بافت اسفنجی، داخل تر بریم میخوریم به کانال مرکزی، داخل تر بریم میخوریم به کانال مرکزی. اینا مجرای مرکزی استخوان دراز که میتونه چی داشته باشه؟ مغز قرمز، مغز زرد. مغز زرد گفتیم از چی تشکیل شده؟ بیشتر از جنس چربیه. پس ساختار استخوان دراز رو فهمیدیم، دو سرش بیشتر اسفنجی، در تنش اول بافت پیوندیه که میکنیم میندازیم دور، استخوانی نیست، بعد متراکمه یعنی در سطح خارجی تنه، بعد اسفنجیه، بعدش هم که کانال مرکزیه. کلید واژه‌هاش هم بهتون گفتم، مرور کنید برای امتحانتون میتونه سوال بشه. پس برگردم رو سوال خودمون، یعنی صفحه قبل گفته ساختار استخوان فشرده را توضیح دهید. بچه ها مینویسید دیگه. سلول های استخوانی به صورت منظم روی تیغه های هم مرکز قرار گرفتن که این تیغه های هم مرکز سامانه هاورس رو میسازن. وسط سامانه هاورس مجرای هاورس داریم که اون مجرای هاورس توش رگ خونی، عصب و عروق وجود داره که باعث میشه که با بافت زنده بیرون ارتباط برقرار بکنه این مجرای سامانه هاورس. خیلی عالی. اگه بگن بافت استخوانی فشرده کجاست، میگی در سطح خارجی تنه استخوان دراز. خیلی دیده میشه اینجا، نه اینکه جاهای دیگه نیست. اوکیه؟ خیلی عالی. بریم بعدی. به به، انعکاس عقب کشیدن دست. گفته در مسیر عقب کشیدن دست چند تا سیناپس تحریکی و چند تا سیناپس مهاری وجود داره. بچه تو همون پی دی اف واسه تون یه جدول گذاشتم، سیناپس ها رو نوشتم. حالا بذار بهتون بگم، کلن ما 6 تا سیناپس داریم. چه 6ی شد؟ 6 تا سیناپس داریم در این مسیر. اوکیه؟ از این 6 تا سیناپس 5 تاش فعالن، یه دونش غیر فعاله. از این 5 تایی که فعالن 4 تاش تحریکیان، یه دونش مهاریه. سوال از ما چی خواسته بود؟ گفته بود چند تا تحریکی چند تا مهاری. اوکیه؟ اگه بگن چند تا تحریکی، میگیم 4 تا تحریکی داریم یه دونه مهاری.
کلن هم 6 تا سیناپس داریم. چرا اینا شد 5 تا؟ چون یه دونه از سیناپس ها کلن غیر فعاله، که براتون تو اون جدول گذاشتم کدوم سیناپس فعاله کدوم سیناپس غیر فعاله. حل پس عدد بخوان دیگه باید از این استفاده بکنیم برای پاسخ. خب اینجا هم که بررسی کردیم، درسنامه بعدیمون هم پس گفتیم. آها وصل کنیم. گفته موارد مناسب ستون راست و چپ رو متصل کنید. خب بریم ببینیم چی گفته. مثلا گفته دروشخارها، بریم اینور ببینیم دروشخار چی. بچه دروشخار تراگذری که نمیکنه، مونوسیت هایی که از خون خارج میشن میتونن تبدیل بشن به دروشخار، درسته؟ یاخته سرطانی ربطی نداره، پس همین میشه بچه ها. ما میدونیم مونوسیت ها که از خون خارج میشن، اینو حواست باشه، مونوسیت ها که از خون خارج میشن یا میشن دروشخار یا میشن یاخته دارینه ای، پس دو تا چیز میتونن بشن. فعلا مونوسیت هایی که از خون خارج میشن خب میشن دروشخار، درسته؟ منظورم ماکروفاژ بود از دروشخار. خب خاصیت تراگذری دارد. خب گلوبولای سفید خاصیت تراگذری دارن، اونایی که تو خونن دیگه، اینا نوتروفیل خاصیت تراگذری دارد. ماستوسیت، بچه ماستوسیت هیستامین ترشح میکنه. بریم ببینیم چی گفته. ماده به نام هیستامین ترشح میکند. پس میشه که ماستوسیت. حله ایشون یک دروشخار بافتیه، حله ایشون هم دروشخاره که گفته. پس ماستوسیت ماده ای به نام هیستامین ترشح میکنه. یه دونه میمونه دیگه، یاخته کشنده طبیعی، همون لنفوسیتی که گفتی مال دفاع غیر اختصاصیه، توی جای خالی های اول اومده بود. یاخته کشنده طبیعی یاخته های سرطانی و آلوده ویروس را نابود میکند، خود ناکسشه. بله یاخته کشنده طبیعی تو اون جدول براتون گذاشتم تو جزوتون، که کارش یاخته های سرطانی و آلوده ویروس رو نابود میکنه، خود ویروس ها رو نه، آلوده به ویروس را. سوال بعدی رو بریم. گفته سیتوپلاست در کدام گوچه های سفید خون دانه دار است؟ بچه ها گفتم سیت دارا، اونا که سیت داره تهشون میشن بدون دانه، پس بقیه شون میشن دانه دار، یعنی فیل دارا. آقا فیل دارا کیه؟ نوتروفیل، بازوفیل، بازوفیل، ائوزینوفیل، کوفتوفیل. کوفتوفیل یعنی کوفتی که دانه داره. خب اینا میشه دانه دار. حواستون باشه این مستقیما در کتاب خود 11 بحث نشده، ولی به هر حال توی فعالیت چون بهش اشاره شده و شکلا هم گذاشته دیگه باید بررسی بشه کدومشون دانه دارن. فیلدارا دانه دارن دیگه. حله. حالا این بنده خدا سبک بود، دانه هاش ریز و روشنه. اینا دیگه از دهم میاد، ولی ممکنه سوال بدن. ایشون با قویا میخواست مبارزه بکنه، پس ایشون دانه های درشت و روشن داشت. بازوفیل هم که دانه هاش تیره بود که هیستامین و هپارین ترشح میکرد. این هم از این. گفته مقدار میوگلوبین، همون رنگدانه قرمزه، در دوندگان 200 متر و ماراتون را با هم دیگه مقایسه کنید، که تو اون جنبندیه بهتون گفتم دیگه 200 متر سریعه، پس میشه تند انقباض. تند انقباض میوگلوبینش کمه، به خاطر همین سفید دیده میشه. ماراتون کنده، یعنی دیرتر، طولانی مدتتر، پس اینا میوگلوبینشون زیاده، پس قرمز دیده میشن، که اینو توی جنبندی براتون توی درسنامه خلاصه گذاشته بودم. بیا اینجا گفته روش تشخیص بالا و پایین چشم را بنویسید. بچه ها توی فعالیت کتابتون اومده، خیلی هم مهمه. حالا من فعالیت چشم گاو، مغز گوسفند و مغز ماهی رو هم براتون بررسی کردم. خب ولی اینکه تشخیص بالا پایین چشم، ببین فاصله عصب بینایی تا روی قرنیه رو در نظر میگیریم. فاصله عصب بینایی تا روی قرنیه، اونجا که بیشتره میشه بالای چشم، اونجا که کمتره میشه پایین چشم. حله همین. فاصله عصب بینایی اگه تا قرنیه هر کجا زیاد بود، اونجا بالای چشمه. گفته تفاوت بگو ببینم، تفاوت ناقل عصبی با هورمون. آها بچه ها ببینید، ناقل عصبی بهش میگم پیک کوتاه برد، هورمون بهش میگم پیک دور برد. این کوتاه برد مدت زمان اثرش کوتاهه، بعد ولی سریع تأثیرشو میذاره. اوکیه؟ تأثیر زود هنگام داره. هورمون یا دور برد مدت زمان اثرش
طولانیه طبیعتاً تأثیر دیرهنگام هم داره، یعنی نسبت به ناقل عصبی دیرتر تأثیرشو میذاره تا بره تو خون و بره تأثیر بذاره. تأثیر دیرهنگام. بچه ها ناقل عصبی وارد فضای سیناپس میشه، هورمون وارد فضای بین سلولی یا همون بین یاخته ای و در نهایت وارد چی میشه؟ خون میشه. حالا این تفاوت ها رو بدونیم کافیه دیگه. کوتاه برد، دور برد، دور برد تاثیرش رو دیرتر میذاره و طولانی تر البته باید وارد خون، لنف و مایع بین سلولی بشه. این فضای سیناپس رو طی میکنه، مدت زمانش کوتاه ولی مدت زمان اثرش کوتاه ولی سریعتر تاثیرش رو میذاره. این از آخرین سوالی که در این آزمون پرمحتوا براتون بررسی کردم.